از این عکس‌ها به سرن صادقی دادین؟ بله قربان. سرگاه دازیم بفرمایید. سلام جناب سرنگ. بله پرویز شمشکی. درسته، پیدا کردم. پرویز شمشکی سابقه داره. اطلاعاتشو پیدا کردیم جناب سرنگ. شما وارد کامپیوتر کردین؟ خیلی ممنون، تشکر، خدافظ. بچه های سرنگ رو عکس شناختنش، اونا وارد کامپیوتر کردن. پرویز شمشکی دوبار دستگیر شده، فقط هم برای حمل حشیش. عجیبه که این یارو بخواد اینو جاگزین آرش کنه، کلاس کارشون به هم نمیخوره. خب عدنان بچه با استعدادیه. کجا این بچه ها؟ بگیرینش. اشتباه کردیم با من، الان دیگه پاک پاکم. باور کنی من دیگه زندگی راست و درست رو انتخاب کردم به جون شما. حالا میبینیم. خیتی بار آوردیم، علافم کردیم. من میتونم ازتون شکایت کنم؟ جدی میگم، من بابا آبرو دارم، من دیگه باز خودم آدم حسابی شدم. شما میگیرین میزنین میبندین هر کار دوست داری میکنی. مملکت قانون کردین شهرت، یه دستی میزنین که دو دستی تعویض بگیرین. طرف هم اگه قبلا سوتی داده باشه بعد چیکار میکنین؟ دو سه کلمه موقع میاد، شما هم واسه خودتون پوز میدین اینور اونور داد میزنین که طرف مجرم حرفه‌ای بوده، ما گرفتیمش با چه ترفندی، 6 ماه آزگاره که دنبالشیم، زابهاشیم، چجوری گرفتیمش. ولی اگه یه دستیتون بگیره ایوالله. قاسم جیگول خیلی از آرش راضی بود، ولی تفلک نصف شبی توی عمارت وحشت که خدا میدونه اونو تا اونجا چجوری کشونده بودنش، ناغافل یه تبر درست وسط فرق سرش میزنن. چه دخلی به من داره؟ من اصلا این چه جیگوه، نه اونو میشناسم نه آرشو، اصلا نمیدونم اینا کی هستن. میگم که به کادون زدیم. یک، از مرگ فجیع آرش ککت نمیگزه. دو، جایگزین اون شدی، به پول پره رسیدی. سه، خودت بگو ما چه نتیجه ای باید بگیریم؟ چهار، من از این حرفای شما هیچی نمیفهمم. اصلا آرش از تو حتا بینیم با شما، من کشوندی اینجا هرچی دوست داریم داریم بارم میکنیم. جوش نزن، دلت میخوای یه فیلم ببینی؟ با شرکت قاسم جیگول و پرویز شمشکی تو رستوران فندق مال همین امروز زور. گیم قاسم جیگول رو دیده باشم، چه میدونم آرش که؟ خیلی خوب، اون اکثر نشونش بده شاید یادش بیاد. با اینکه یک هفته از مرگش گذشته بازم قابل تشخیصه. نگاش کن به این میشناسی؟ فقط اون شکاف سرش رو ندیده. خودش نه؟
بیا بیا بیا. همون روزای آخر هم دیگه رو دیدیم جلوی پاساژ، با هم کرکر داشتیم ولی آرزوی مرگشو نداشتم. کارمون با هم دیگه فرق داشت، اون کار شیک و پیک بود، همه رقم داشت، رابطمون با هم خیلی خوب بود، بچه محل قدیمیمون بود، بچه خوبی بود، به مشتریاش همه رقم حال میداد. به خاطر همین مهم معرفتش هم دل قاسم جیگوی برده بود. من نکشتمش، من کاری نیستم. آره خیلی بعدی بوجه کردم تا تو چشم قاسم جیگو بیام یا تو کوکم براش کار کنم. گفتم مگه ما بد میخوریم؟ ولی من نکشتمش. اگر کار تو نبوده پس کار کی بوده؟ چه میدونم، گفتم که رفیقم بود. خودت هم که میگی قاسم ازش راضی بود. شاید کار مشتریاش بوده، شاید هم کار کس و کار دختر. گفتم که خرافش سنگین بود. بدون مواد گرفتیمت، قانونم باید آزادت میکردی ولی خودت اعتراف کردی. نامردا پس دست خالی بودین، همش کلک. گفتم که بشین سر جات. بشین، هنو حرفان تموم نشده. بدون مواد گرفتیمت به خاطر اینکه بتونم سر قولم واسم. همش یه دستی، همش کلک، کدوم قول؟ به من کمک کن تا بهت کمک کنم. حالا که موقع اومدم چیکار کنیم؟ حبس از بعدم رو بکنی 40 سال؟ کمک کن قاسم رو گیر بندازیم، میذارم بری. البته با قول کار، یه کار خوب. شماها یه روده راست تو شکمتون نیست. قول مردونه میدم اگه این پرونده با کمک تو جمع جور بشه، اینقدر مدیونت هستم که زیر قولم نزنم. بچه رسید توجا. این آدرس میدونی کجاست؟ منظورتون میدونی؟ برده برو دیگه. ای بابا حرف نباشه گفتن. ای کارا چیه میکنی تو؟ تو کلانتری معلوم شه. تو خوبی؟ آره خوبم، از تو بهترم. من خستم. اشتباه میکنی، شکایت تو میکنم. باشه شکایت بکن.
این قرصا خودتو نابود کردی بشر جان. جناب سرمان، از کی تو را اداره مبارزه با مواد مخدر جاش عوض؟ بابا به ما میگفتین یه تلفن. اتفاقا دلشون برای تنگ شده، تو با اجازه اونا اینجایی. بابا دمتون گرم، کارتون درسته. پس به همدیگه نون قرض میدین نه؟ انگاری خیلی کسادی کشیدی نه؟ بابا مردم خوب شدن چش ندارین ببینین دیگه. بابا عجب بخیلای هستین شما. جون تو ببین میشناسیش؟ این چرا اینجور شده؟ ای بابا نکنه دیر بهش رسیدیم. بابا شنیده بودیم 110 اکی ثانیه مثل عجل معلق سر میرسه. جان سوا نکنه نصفش کردیم، 55 بوده تأخیر داشته نه؟ جون تو حالا مرده یا زنده؟ فکر کردی خیلی بامزه ای عوضی؟ بابا صبوری. ای بابا مورو به هم ریخته. اونم همینو میخواد. این که پرویز نیست، حرفی تر از این حرف هست. بلندتر بگیم من میشنفیم همجا سرگاه. سلام آبا. سلام. شما خوبی؟ سیگار داریم؟ نه نداریم. جان سرگور این رفیقمون، همکار عزیزمون خیلی زود جوش میاره، از شما تجربه نیست. بشین. ها میفرمودین. آقا رسیدیم به اونجا که نابودی بشر. آقا بقیه شما گفت. باید موافقم، روش خوبیه. بخند تا دنیا بهت بخنده. بله. امروز تو سخت نمیگیری که راحت تر فرداشه. بله. نه؟ اما برعکس تو، من از وقتی که این آرش آدمت اینجوری شده سخت ناراحتم. آرش؟ کی گفته آدم منه؟ اصلا جون جانسمان نمیشناختمش. مهم اینه که اون تو رو میشناخت. خب دیگه دو روز قبل از مرگش اومده بود اینجا، همه چی رو کرد. میدونی عذاب وجدان داشت، احساس خطر میکرد. مثل که یکی از مشتریاش بر اثر مصرف زیاد کله پا شده بود. بله. اونم از ترس اومده بود اینجا پیش من، خیلی درد دل کرد. آرزوش میدونی چی بود؟ نه. دستگیر شه، که از دست تو رها شه. ای بابا. حالا هم مرده، شرعن و عرفن گردن منه، باید وصیت نامه چه عمل کنم. بله. به خاطر همین از سرهنگ صادقی خواستم که اول بیارنت اینجا. جان سرگو، سرهنگ صادقی کدومه؟ یه زنگ به من میزدی میرسیدم. از کجا فهمیدی اومده بود پیش ما؟ کی؟ این؟ ها گفتم که نمیشناسم جون جان سرگو. تفلکی جرمش این بوده که با ما در ارتباط بوده، نه؟ آخه واسه چی میکشتمش جناب سروان؟ همه اینا مزخرفه، چرت و پرته. پس میشناختیش؟ از سر را برداشتن جناب سروان کار بالا بالایی هست، نما خورده پاها. حالا به این دک و پوز ما نگاه نکن، اینا افه رفع حاجته. ساقی ها هم اینقدر زیر سبیلشون چرک میشه که آدم فروشی نکنن. حالا گیرم یکی مثل آرش تو زرد از آب در بیاد. بابا اینقدر عقل تو کلم هست که وقتی ساکتش کردن چند ماهی کج نپرن. شما که بهتر میدونی جناب سرگرد. حالا فیلمتون چیه که ما رو گذاشتین سر کار؟ خدا میدونه. تو به چی مشکوکی؟ حالا چی بگم جناب سرگرد، ولی خیلی دلم میخواد کمکتون کنم. پرویز طالب نبود باهات کار کنه؟ یکی خواه همه طالب بودن با من کار کنن. چون کار کردن واسه من از دربدری توی پارکا و عمل و پمل جور کردن واسه تلعرف که بهتره. میدونید آخه مشتریای من همه بالا شهری، بچه پول دارا، جنسم خوراک پارتیای آستشونه، نه این نشکشه یه لقبای چرتیه توی بابا اینقدر ما رو نیاریم پایین جونه تو جناب سر. پرویز موی دماغ آرش نشده بود. این حرفا چیه؟ عمرن اصلا نزاد مادرش کسی که بخواد موی دماغ ما. این پرویزه ها این کاره نی. یکی از این ساقی های
چی بگم از این ساقیای در پیتی عاشق آدیداس چی کار داره که به حریف کشی جناب سر کرد؟ آرش فقط برای تو کار میکرد. بکی؟ جرعت داشت برای کسی کار بکنه. پوستشو میکندم. پوستشو که کندی؟ نه جناب سرگرد، میخواستم بگم که یعنی حالشو جا میووردم که فکر نکنه که علی‌آباد. اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که شهره آدمت بود، به قول خودت جلدت هم بود، خیلی بهت حال داده بود. تو فکر میکنی کار کی باشه؟ جناب سرگرد، شاید مشتریاش. فقط همونا؟ حالا چی بگم؟ آخه کسی دیگه نمونه جناب سرگرد، شما که خودتون چیزی دیگه. این چیه؟ یه آلبوم عکسه، قرض گرفتیم از یه مؤسسه زیبایی. زیبایی؟ آره، که خودت هم خوب می‌شناسی. من؟ آره، خوب نگاه کن. ببین شاید آلبوم چیز خانوادگی آرشه، من که فک و فامیلای آرش رو نمی‌شناسم. بابا عجب فک و فامیلای جنگلی مستانی. بیچاره دستش کوتاه شد از دنیا. بیارش. بفرمه. کیو؟ خودشه؟ 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 خود زبون بازشه؟ خودشه؟ الهی جسد دیگر بزنی؟ الهی پرپر بزنی؟ الهی عزیزت جلوی پرپر بزنن؟ تو رو خدا تقاس ما رو از این بگیری؟ این مرد نیست، این نامرده. الهی جسد دیگر بزنی؟ ای بابا، مؤسسه زیبایی و تناسب اندام، چه شکارگاه آبرومندی. تعطیلش کردم. من دیگه حرفی ندارم جناب سرگرد. یه در ورداشین آوردین جلو، من که پشت سرم لیچار ببافن. آخه پشت سر مردم ارسه بدبختی آدم ها سوء استفاده کردن، خونم به چش میاره. زالو تنها موجود یکی ازش متنفرم. وقتی زیر پام لهش میکنم چشام میبندم و اون موقع تنها موقعی که چشام بسته است. اینم ببرین نمونه خون بگیریم. را بیفت. چقدر حرف میزنی، حرف نزن. آزمایش چه صیغه‌ایه؟ حرف نباشه. خیلی پیشرفت کردین ها، انتقاله نه؟ گفتم جان سما تو بری، اگه میدونستم اینقدر تو فکر سلامت منی ها، من زودتر خدمت میرسیدم. ساکت. خوبی جناب سروان؟ حرف نزن از اداره، تا اینجا یک کلمه خمارو خوردی. بس کن دیگه. جناب سما خدمتتون پیش پیش عرض کنم مال سرین. چی؟ این جانب اهل تکنولوژی. خب. حالا گیریم که حلیم خوردن اونم مله است. اما حواسمون جفته جوره که از حالش نیفتیم تو دیگه. رابیوف آقای مالاسری، بعد از آزمایش معلوم شد، درستت میکنم. خون داری جناب سرباز؟ رابیوف نریم تو آبرو ریز میشه. من سر قول خودم هستم، همونطوری که خواستم جیگون میخواست با مشتری آرش تماس بگیر. زیادم عجله نکن، دونه دونه باشون گرم بگی، به وقتش ما هم کار خودمونو میکنیم. جناب سرگرد، به روح مادرم قسم که از همه دنیا برام عزیزتر بود. اگر میدونستم غیر از مواد چیز دیگه ای هم هست، باور کنیم محال بود قبول کنم.
حتی اگه شمش طلا بهم میدادن. خیلی خوب، برو برو مواظب خودت باش. اقدامی نکنی تا بگم چه موجودیه این قاسم جگور، چقدر حرف میزد، مخ ما رو خورده بود. وقتی فهمید درد بی درمون داره قیافش دیدنی بود، باید بودی و میدیدی. بهش گفتم مالا سیری تو خوبی؟ یه نطقش کور شد. از قدیم گفتن چاه نکن بهره کسی. به جرمای کوچیک و بزرگ که 10 سال قبل خودش هم اعتراف کرد. حتی میگو وقتی بچه بوده با تیرکمون زده سر بچه همسایه بغلی شکونده، بعد انداخته گردن یکی دیگه. آره دیگه، مرگ برای همسایه خوبه. فکر میکنی از توی این پاسها چیزی در بیاد؟ فعلا ما که راه خودمونو داریم درست بریم. از تو خونه قاسم که چیزی در نمیمد. آدمای قاسم جیگول قبلش تمیزش کرده بودن. البته میگفت یه کم مواد و یه چند تا آلبوم برداشتن. خیلی مثل یه بره رام شده بود. والا نمیدونم. تابار تو جمع کردن؟ نه؟ حالا من دنبال گذاشتم. حساب به موقع فرمی. قرارمون باشه سهی بعد. مخلص آقا فرمی. شاکر آقا پرام. دریافت مالا. قبیل نمیگیری. باشه. این افچین کجاست؟ شده ستایه سوه. اصلا پیداش نیست. چه چرمودی هست که نمیاد. ببخشید. شما میدونین چرا تعطیله؟ نه اتفاقا خود من هم کارش داشتم. اه پس شما دوست داشتین؟ بله خیلی زیاد. پس حتما آقا آرش هم میشناسین. چیزی ازش میخواستین؟ خودشون میدونن، بهشون بگین که مهتاب و پونه عکساشونو میخوان، بگین پشیمون شدن. متاسفانه چند روزی که آرش فوت کرده. فکر نمی کنم عکساتون به دستتون برسه. مهم نیست، فراموشش کنین. آقا پرویز برای چونید رنجا بستد این برا پرسه می زنی. چه آسمان بسیم چیه؟ باز دوباره چش این آقا آرش ما رو دور دیر رفت دادی باز خود اومدیم برا آرش؟ مگه نمیدونی؟ چیو؟ مردن شما. آره خوبه که میدونی. ببینم رو پیشونی من نوشته حالو. تو فکر کنی من خرم که مثلا باور کنم آرش مرده؟ سامان آرش واقعا مرده. محلش هم شده مال من. حالا تو خودت جنس مثل جور هست یا نه؟ آه تا چی بخوای؟ من چی میخوام؟ اکس، آلبوم، قرص، اینجور چیزا میخوام؟ قرص موز و نوکرتم. ولی آلبوم من آدمش نیستم. خیلی خب بابا، آره چه جوش میاری؟ بابا نگه اشتباه گرفتی. خودت گفتی اومدی جای اون. بله ولی این رقمیاش نه. صورتی دارم الان، میخوای؟ کجا گذاشتی؟ اینجا نمیذارم. لوه میذارم. خیلی خب نرخش که عوض شده نبود چی باله که. این تو تابلو. خیلی. سامی از افشین خبر نداری؟ گفتی این یعنی یه هفته از گمگور شده لاکر دار. اه؟ خونه نیست؟ نه بابا خونه بودشم بعد وقت اصلا خبر ندارم. فکر کنم زده به چهار که. شاید هم کاری کرده. شاید هم زده به سیم آخر. ما عملیاتو شروع میکنیم. طبق لیست قاسم عمل کردی دیگه نه؟ غیر از یکیشون افشین. یه هفته ای هست که تعطیله. یعنی تعطیل بود مغازش. میگفتن گم و گوی شده. خانواده‌اش ازش بی‌خبرن. بچه‌ها شروع میکنیم حمله گازنباری.
ما از ظل جنوبی وارد میشیم، واحد 7 و 8 هم از ظل شمالی. تمام. بودو جلو در بازار، بودو برو پایین اینا، شما هم جا تو گوش در نرو. میدونم چی تو فکرتونه، با خودتون میگیم پسری آدم فروش پای جون خودش معامله کرد، بزرگ شدن تو کوچه پس کوچه، شیجه رفتن تو کانال فاضلاب پای موش پاپتی دیگه آدمو یرخی میکنه، ولی نامد نه، توقع که بالا رفت آدم فروشی قلقلک میدادن نابند زبا سعود سری ما با خاک و خور بیشتر تا با دک و پاس. وقتی ننم کرفتی میکرد و منم میشون گوشه پاخچه صاحب کارش روی پادری، حالم بد نمیشد. خنده ننمو که پشت شیشه میدیدم، با اینکه قاطی قیشقیش و بساب شیشه بود ولی روح هم تازه میشد. باور کن با چهار تا انگور یاقوتی که بعد از شستن میوه توی آب مونده بود و میریخت توی نلبکی و میذاشت جلوی من، حالی میکردم. وقتی میگفت فدای اون انگوشتای کپل کوچولوت بشم قش میکردم از خنده. به خدا زندگی حبابو دوست دارم. خوش خوشنگ کار ما نیست. آره با تو معامله کردم. نه 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 سعی آزادی قلومبه، نه به روح ننم، فقط واسه اینکه قلفتی خلاص بشم از اون نالوتگری ها. میخوام خودم باشم، همون تو که دوست دارم، این آدم زندگی کنم. خسته نمیشی. خیلی ممنون. از همشون نمونه خون گرفتیم، اولش نمیذاشتن. خوبه آذین احمدی واقعا لطف کرد، دستور غذایشو صادر کرد. بچه ها میگفتن تا حالا کی دیده حکم قضایی برای آزمایش ویروس اید صادر شده باشه. برای روند پرونده لازمه. قاضی رحمتی هم مطمئن بود شما دلیل قابل قبولی دارید. هیچ کی رو جان انداختین؟ هیچ کی. باید یه سری بریم خونه این افشین خان. راستی واحد کامپیوترم رفتم، اسمش تو لیسته. یعنی ممکنه سر به نیسش کرده باشن. اگه احتمال بدیم که چیز زیادی میدونسته شاید، ولی من بعید میدونم. با خانواده‌اش هماهنگ کردم. بریم. بریم. چمن آفریقایی بهترینه. مرغوب‌ترین چمن دنیاست. نرم، ظریف، عین مخمل. قدرت پوشششش هم خیلی زیاده. اما به شرط اینکه خاکش مناسب باشه. بحث گلگی ها خیلی جذابه، منم خیلی علاقمندم، ولی ما برای سوالهای مهمتر اینجا اومدیم. بذار تکلیفتون رو روشن بکنم. افشین غیر قابل پیشبینیه، اولادیه که من ازش راضی نیستم. منم مثل مادرش نیستم که گاهی اوقات لیلی به لالاش بذارم. باور میفرمایید یادم نیست که دوره هم نشستیم غذا خوردیم. بارها هم از این کارا کرده، هر از گاهی گم شده بعد پیدا شده. مادرش هم سر و سینه میدویده کلانتری، پلیس. پارسال همین موقع بود که چند سبایی گم شد. وقتی که ازش سوال کردم کجا بودی افشین، گفت ترکیه بودم. درس که نخوند. بهترین معلم ها رو براش گرفتم. آخه این اینجاش کار نمی کرد. می گفت من میخوام فروشنده بشم. شما تصور بفرمایید، پدر یه متخصص، پسر یه فروشنده. می گفت من میخوام بوتیک داشته باشم. این چند روز آخر هیچ برخوردی باهاش نداشتی؟ چرا؟ صبح همون روزی که بعد از ظهرش غیبش زد زدم تو گوشش. در مورد چنین پسری با چنین سن سالی فکر نمی‌کنین زیاده روی کردین؟ مجبور بودم، بهانه‌های جور و جورش کم بود، آیه های یأس هم بهش اضافه شد. از بی‌ثمر بودن دنیا میگفت، ایراد میگرفت، از کارهای ما ایراد میگرفت، یعنی من و مادرش. دنیا برایش هیچ شده بود. نمیدونم. بفرمی. بفرمی. از که این حرفا رو میزد؟ از همین 3-4 روز اخیر. این 3-4 روز حالش خوب بود؟ بله. آخه این هر وقت نیاز به چیزی داشت خودشو به موشمردگی میزد. پس حالش خوب نبوده؟ گمون نکنم.
خانومتون زود برمیگردن؟ کاری با ایشون داشتین؟ بهتر بود ایشون هم تو صحبت‌های ما باشن. تلفنی بهشون عرض کردم که لازمه حتما تشریف داشته باشن. من از جانب ایشون از شما عذر میخوام. آخه ایشون رفته از این دوره‌های زنونه. اینا که دور هم جمع میشن. اگر نیازی هستش آدرس بدم خدمتتون. نه نیازی نیست. این میوه از باغ خودمونه. بفرمایید، میل کنید. بفرمایید. اگر افشین به جای این گل و گیاه و این میوه بود، شاید زندگیش بهتر از اینا میشد. خیلی ممنون از پذیرایی تو. خواهش میکنم. شلا بازم شما رو ببینیم. خداحافظ شما. خداحافظ. خوب دارم که دارم. ناراحت نیستی؟ همه یه روز میمیریم. آره همه یه روز میمیریم. میدونستی آلوده شدی؟ نه. مطمئنی ناراحت نیستی؟ تکلیف معلوم شد. مگه بده؟ مثل اینکه شما بیشتر ناراحتی. تکلیف چی معلوم شد مرد حسابی؟ مثل اینکه شما تو باغ نیستی نا. یعنی که نفس نجای گرم در میاد. خدا میدونه چقدر با سگ دو بزنیم تا یه کار به در بخور پیدا کنیم. تازه اونم با ما 60-70 تومن. پوشندگی هم که نشد کار. نه بیمه ای نه چیزی. تازه بعد این همه بدبختی زن گرفتن شروع میشه. که اونم هندونه در بسته است. گیرم بلیتمون برنده شده یه زن خوبم گیرمون اومد. آخرش چی؟ دو تا بچه زمون دراز قد نشناس پس میندازیم که تا آخر عمر نفرینمون میکنن که چرا به دنیاشون آوردیم. روشن شد؟ حالا رفتیم تو میونبر. خلاص خلاص. تو فکر میکنی بقیه چیکار میکنن؟ بقیه گنگ و گول. من اصلا نه. من واسه خودم تحلیل دارم. پشیمونم نیستی؟ نه واسه چی؟ این دروز رو یه جوری باز حال میکردیم که کردیم. همین. تنهایی فکر کردی؟ تحلیلات همین بود؟ به کسی نگو. آره البته به قول شاعر چی میگه؟ میگه دیگران کاشتند و ما خوردیم، حالا ما هم کاشتیم تا دیگران بخورن. منظورت چیه؟ یعنی مخ بندازنم تو میانبر ما بیخیال چیم؟ نه آقا جون، ما هم بگی نگی را یه چند تای نزدیک کردیم. پسر جون، زندگی لودگی نیست، انگیزه میخواد، جربوزه میخواد. باید دست دیگران که به بیراهی رفتن گرفت، نه مردم به بیراهی کشوند. زندگی آتیل و باطل مال حیوونه. افشین حیوونه، افشین خره. با همه معلومه داده وضع تو. نه باباش هم مال تو بازاره، نه ننش با سوختگی قد یک هفته است صورتش کودک خورش بر ننش. ما هم هرچی شما میگید. آتل و باطل اصلا کمپلت خر. تو میدونی افشین کجاست؟ نه چیزی نگفت. ما را کهی بل میکنید؟ تا اونجا که من خبر دارم این مریضی جرم نی. کلی کار دارم. از افشین خبری داری؟ نه چند روزی ندیدمش. تو زن بچه داری؟ آقا تو رو خدا ببخشید. میدونی اگه زنم بفهمه بیچاره میشم. آخه مغازه مال بابای اونه. فکر بچه هم باشین. غلط کردم. غلط زیادی کردم. شما به بزرگی خودتون ببخشید. آبروم رفت. تو با اون مواد به خودت ضرر زدی و با اون آلودگی قاتل زن بچه شدی. افشین باید حرفی نزد؟ حالش خوب نبود. تو لب بود، حرفی هم نمیزد، انگار مریض احوال بود. از مسافرت چیزی نگفت؟ نه چیزی نگفت. یه روز ظهر تعطیل کرد و رفت. تموم شد اینجوری الکی. آخه من سنی ندارم که بخوام بمیرم. من خیلی جوونم، کلی آرزو دارم، کلی برنامه دارم. خدا کمکم کنی. افشین چیزی بهت نگفت؟ اون همش میگفت حالم بده. همین هیچ کس از شما نمیدونست که اون حالش بده. افشین چی؟ به نظرت اونم نمیدونست؟ چه میدونم، شاید هم فهمیده بود. این آخره اصلا حالش خوب نبود. بیشتر از این که جسمی مریض باشه،
روحی مریض بود. چیزی در مورد آرش بهت نگفت؟ شما فکر کنین حقمه نه؟ حق هیچ کس نیست که زودتر از مرگش بمیره. تو هنوز خیلی وقت داری. آزمایش فقط وجود ویروس رو ثابت کرده. خوشبختانه هنوز به مرحله بیماری نرسیده. 60 سالها حتی 20 سال دیگه هم خودش نشون نده. این فکرش با همه. تو تمام زندگی مثل یک کابوس. هنوز هم میتونی خوب زندگی کنی. دارین دلداری میدین نه؟ خودتون خوب میدونین که حتی خانواده هم نمیتونم تشکیل بدم. من بدبخت. افشین در مورد آرش چیزی بهت نگفت؟ گفت نمیخوام آرش رو ببینم. چرا؟ اولش فکرم میخواد ترک کنه. از آرش ناراحت بود؟ ناراحت؟ از آرش متنفر بود. آخرش هم نفهمیدم چرا. چرا؟ چرا؟ من برم دنبال اجساد مجروح بردیه. من بچه ها رو برده ببر با عکس افشین. تمام بیمارستانه که بخش عفونی یا این بیماری رو دارن. عکسشو برای چی؟ اسمشو که میدونیم که. مطمئن باش اگه تو بیمارستان بستری شده باشه با عکسشه که میتونی پیداش کنی. بریم. سلام. سلام. حدث درست بود. باعث مستعار بسترش کردم. به خانوادهش خبر دادین؟ آره ولی هنوز نیومدن. با خودش صحبت کردی؟ نه هنوز. گفتم شما بیاین. همینجاست. دکتر احمدی. سرگرد آزین هستم. خوشبختم. برای ورود به اتاق باید از ماسک و روپوش و دستکش استفاده کنید. چطور؟ این بیشتر به خاطر بیمار تا شما. چیزی از راه هوا شما رو تهدید نمی‌کنه. ولی بی‌خطرترین میکروبا که توی تنفس ما وجود دارن میتونن اون رو از بین ببرن. سیستم دفاعی بدنش جناب سرگرد خیلی ضعیف شده. مثلا میخواستم کسی نفهم. فکر میکنی کار خوبی بود؟ برای منی که علت آلوده شدنم بسیار روز روشنه. کار بهتری هم میشد کرد. فکر میکنی پدر و مادرت هم حقی دارن؟ آی خدا. آره اونا هم حقی دارن. پدرم الان مشغول رسیدگی به باغچه استثنائیشه. مادرم هم توی یکی از محفلهای زنونش در راجب جدیدترین نوع جراحی زیبایی صحبت بکنه. مگه نه؟ مطمئنن اونا دوستت هم دارن. آره مطمئنن. خب چی شده که اینقدر مهم شدم؟ پدر مادرم نگرانم. ما به دلیل دیگه ای دنبال تو میگشتیم. میتونی حدس بزنی به چه دلیل؟ دکتر بهم گفته سلولای مغزیم
به خاطر مصرف بیش از حد قرصه اکستاسی آسیب دیده. پس ازم نخواهی که از مغزم زیاد کار بکشم، چون نمیتونم. قتل آرش. به نظر شما حقش نبود؟ همه حرف ما اینه که حق رو خودمون تعریف نکنیم. بله، همه حرف شما زنده ها که صحیح و سالم رو پاتون واسطه نینه، نه یه مرده به ظاهر زنده. جناب سرگرد، ما اگه اونو نمی کشتمش قصر در میرم، مگه نه؟ نه، مطمئن باش که ما کار خودمون رو خوب بلدیم. بله بله. خب حالا چه کارم میکنی؟ میبینی که فعلا بستریم و رو به موت. حتی یه ذره هم تردید نداری که خودخواهی زیادی به خرج دادی؟ خودخواهی چیه؟ دیگه خودی وجود نداره، من دیگه کارم تمومه. ولی اعتراف میکنم حسابی دلم خنک شد. حسابی حتما وقتی پدر مادرم بشنم حسابی شوکه میشن. نه، پدرم ناراحت میشه، مادرم گریه میکنه. آره مثل اینکه بعدت نمیاد، زیاد اذیتش میکنی. شما چی میدونی؟ مثلا من یکی دونم، از یه بچه ناخواستم واسه شون بدترم. داغ یک گپ رفاقتونو با پدرم به دلم مونده. مادرم فکر میکنه من همون افشینی بی دست و پا. یه چیزی رو میدونی جناب سرگرد، تو حالا تو زندگی اینقدر دلم خنک نشده بود، حس میکنم تمام انتقامایی که دلم میخواست همه رو ازش میگرفتم. همه رو گرفتم. باور کنید اصلا ناراحت نیستم، اصلا حتی یه سر سوزن. به قضیه دادگاه بگین، اون روز حتما خودم میرسونم، خیالش راحت میشه. میام. بالاخره هم دیگر دیگه.
نظر شما من مقصرم. شما چی فکر میکنید؟